من سلام می‌کنم، یه چند تا نکته بگیم و بعد یه موضوعی تو بحث جلسه شروع کنیم. بعدم دوستان توی ارتباط برقرار کردن به مشکل برخورد. ببین جمله توصیفی در برابر جمله تجویزی، من به جمله میگم، مثلا جمله توصیفی، با مثال بزنم، جمله توصیفی اینو میگم: هوا سرد است. خب محمول این جمله که سرد است باشه یا ایکس سرد است باشه، داره جهان رو توصیف میکنه بدون اینکه دخل و تصرفی بکنه توش. ولی جمله هوا رو سرد کن، مثلا دارم بهتون میگم کولر رو روشن کن، میگم مثلا یه کاری کن هوا سرد شه یا هوا رو سرد کن، این جمله تجویزیه. من لپتاپ دارم بخورم، اگه از این هست که نمیخورم. ولی وقتی میگم هوا رو سرد کن، دارم یه جمله تجویزی میگم، یعنی جمله‌ای که معطوف به دخالت تو دنیاست. خب این تمایز رو تو زبان انگلیسی تمایز دیسکریپتیو پریسکریپتیو میگن، ما تمایز توصیفی تجویزی ترجمه شده. در کنار این یا همبسته با این، یه تمایز من قائل شدم بین جمله‌های توصیفی و جمله‌های هنجاری یا جمله‌های دیسکریپتیو و نورماتیو. جمله توصیفی باز جمله‌ای مثل هوا سرده است، جمله تجویزی جمله‌ای مثل هوا خوب است، هوا درست است، مثلا قتل درست است، کشتن درست است. شاید بشه گفت مثلا جمله این مجسمه زیباست هم یه چنین جمله‌ای بشه در مورد یعنی جمله هنجاری بشه در نظرش گرفت. نورماتیو از نرم میاد، ما هم هنجاری از هنجار ساختیم. حالا نکته چیه؟ سوسو مثلا به عنوان کسی که دوباره بود که زبانشناسی به علم تبدیل کنه، خب به ساینس بکنه زبانشناسی رو، میگفت زبانشناسی و دستور سنتی تجویزیه، مثل فرهنگستان. میگه زین پس به جای عبارت این عبارت رو به کار بریم. میگفت زبانشناسی که من دنبال میکنم باید زبانشناسی غیر تجویزی و توصیفی باشه، یعنی ظاهرا یه باوری وجود داره مبنی بر اینکه علم اساسا مقوله ایست چی؟ مقوله توصیف. و در این حال میگفت که مثل خیلی دانشمنده دیگه میگفتن که مثل دانشمنده علوم سیاسی میگن که آقا فلان مسئله اجتماعی خوب است و بد است، اگه من از این زاویه واردش بشم نمیتونم یک تحلیل علمی ازش ارائه کنم. یعنی گزاره های علم نباید هنجاری باشه، نباید تجویزی باشه، بلکه گزارای علمی گزارای توصیفی هست. من خیلی به این تمایز ارجاع دادن به خاطر اینکه توی این بحثی هم که ما خواهیم کرد، خواهیم کوشید در حقیقت یک بررسی علمی از مسئله ارائه کنیم، یعنی بررسی که مبتنی بر گزارای توصیفیه. خب حالا کسی راجع به این نظر داره؟ یا مثلا چون یادم بحث شد در باره که ممکنه ما همین حرفایی که داریم میزنیم در حقیقت نورماتیو باشه، یعنی هنجاری باشه، ولی ندونیم مثلا. حالا این به هر حال نقد احتمالی از سوال نمیشه. یعنی ما واقعا نمیتونیم از شبیه لفظ دستش رو بروش رو بس نمیشه. هیچ کی نداریم. بعد من هم این شریعش هم این پاورپوینت رو دارم، اگه به موبایلی هم بکنی که احتمال موبایلی به این وزن میشه خیلی خوب میشه اگه داشته باشه. اگه بگیریم که
توی موبایل هم ندارم. با بلوتوث میشه به اون وصل کرد؟ برای سخت نیزنگی یه مسئله دیگه که دوستان گفته بودن گفته چرا اینجا مثلا پاورپوینت ها این پیسی بود من یه بار گرد کردم بخشی از این پاورپوینت ها رو من از این پاورپوینت این پیسی برداشتم وقت نمیشد به سازم این فورس من بدی باید این اسفایی کرد اسفایی دیگه یه مسئله دیگه هم باز مطرح شد اینم در برش حرف زمین بردش چی بود دیگه؟ کسی بحثی نداره خب بریم من به عنوان این میدم که اون تصویر رو به اول یه مروری بکنیم با چی گفتیم ما جلسه قبل ما جلسه قبلی این کاری کردیم اومدیم یک روایت از ادبیات معاصر ایران معرفی کردیم بر اساس کتاب‌های درسی، کتاب‌های دانشگاهی و چیزی که داره کم کم به عنوان روایت دیفالت یا روایت پیش‌فرض ادبیات معاصر توی ذهن‌ها شکل می‌گیره. خب بعد از اینکه این روایت معیار رو عرضه کردیم، شروع کردیم نقدش کردن. گفتیم روایت معیار شعر فارسی یک شعر فارسی رو به جدول در حقیقت تقلید می‌ده و اونو بر اساس قالب‌های ادبی می‌فهمه که نوعاً اون قالب‌های ادبی رو شعر آزاد، شعر سفید و موجه رو می‌دونه. بعد گفتم که این روایت معیار به دلایل مختلفی غلطه. چرا غلطه؟ چون یه خلط معمولی توشه. چون فکر می‌کنی که موجه نوع چیزی از نوع قالبه، چیزی از نوع مثلا شعر آزاد و شعر سفیده. به خاطر اینکه مبتنی بر یک درک زارتشت‌گرا و یک تعریف یک ذات مفروض سنتی راجع به ادبیاته، یعنی میگه شعر یک پدیده موضوع مغفا و مخیله که ما بر اساس تغییر که تو هر کدوم از این سه رکن تعلمان ذاتی شعر انجام بدیم به یکی از انواع شعر نو میرسیم و گفتم یه نظریه انحطاط توشه، یعنی گویی شعر نو رو یک شعر فروپاسته شده و تغییر یافته میدونه از اون چیزی که ایده‌آلش شعر کنند است. بعد گفتیم خب پس چیکار کنیم که بیایم شعر نو رو به صورت بهتری بررسی کنیم؟ من گفتم من وقتی ادبیات معاصر ایران رو نگاه میکنم توی صد سال اخیر، خب دیگه الان بحثم فقط هم شعر نو نیست، یعنی اولین نقدی که من دارم به روایت معیار شعر نو این نقده که روایت معیار شعر نو اساساً استوار بر یه شکاف غیر ضروری یا غیر قابل دفاع به صورت نوکوهنه. مثال اینکه درباره زدم اینه که مثلا شما یه شاعری مثل مهدی اخوندثالث رو شاعر نو محسوب بکنی، یا آدمی که به لحاظ سیاسی اجتماعی ناسیونالیسته، به لحاظ زبان شعر خیلی بلاغیه، خیلی استوار به سبک خراسانیه، خب ولی مثلا یه شاعری مثل مهدی موسوی رو که حداقل به لحاظ لایف استایل و شبکه روابط و شکل ارزش شعر تو وبلاگ و فلان و اینا کاملا غیر سنتی محسوب میشه، شاید اینو سنتی قرار میدیم، یعنی اخوان رو شاعر نو قرار میدیم، اون رو شاعر کهن قرار میدیم. خب به نظر میرسه یه جای این تقسیم بندی ایراد داره، به نظر میرسه که به نظر من و نکتهش اینه که اون روایت معیار شعر نو برای مصرا خیلی ارزش قائله، یعنی هر کس به مصرا کاری نداشته باشه اون سنتیه و هر کسی که مصرا دستیابی کنه اون میتونه نو محسوب بشه. خب بعد گفتیم که من ادبیات این 100 سال اخیر ایران رو که نگاه میکنم به نظرم میرسه که بر سه تا زمینه، با سه تا معیار میشه سراغ بررسی این ادبیات. یکی معیار کوتیبایی برنامه. گفتم معیار کوتیبایی برنامه مربوط به داخل یک شعره. ما وقتی توی یه شعر هستیم معیار فن شعریه، معیاریه که من اگه توی یه شعر برم از طریق اینکه این شعر بی‌وزن یا باوزن، با فرم‌گراست یا محتوا‌گراست، نمیدونم چگانی معنا چقدر میشه، یعنی من میخوام در هر بیتم یه ضرب المثل بگم یا نه میخوام مثلا یه معنی کوچیکی رو بهانه کنم یه فرمی رو نشون بدم. خب به این میگم معیار کوتیبایی برنامه، یعنی وقتی میگم توی متن با المان‌های فن شعری راجع به شعر صحبت کنم. خب دوستان بالاتر نسبت شعر با بیرون شعر،
آیا این شعر به جهان خارج ارجاع میده؟ اگه این شعر بره به جهان خارج ارجاع میده، به جهان خارج در جهت حفظ وضع موجود مثلا اجتماعی، سیاسی، اقتصادی ارجاع میده؟ یا این شعر داره سعی میکنه که مناسبات وضع موجود اجتماعی سیاسی رو به هم بزنه؟ آیا این شعر داره به صورت در غیاب خواننده نوشته میشه؟ در حضور خواننده، یعنی نویسنده در غیاب خواننده اونو می نویسه، خواننده در غیاب نویسنده اونو می خونه. اینم یه مسئله مربوط به اینه که شعر چجوری داره عرضه میشه دیگه. یا شعر در حضور مخاطب اتفاق میفته، شعر تو روزنامه تولید میشه یا شعر توی انجمنهای ادبی تولید میشه. به همه این مناسبات باید میگن ایدئولوژی. خب و در سطح یه سطح رو میتونیم بگیم بالاتر، خب اسمشو میذارم سطح فلسفی. فلسفی. و در اولی حرف بزنم که مبانی فلسفی این شعر چیه؟ یکی از این شعرها به دنبال اینه که عقلانیت، علم، مدرنیته، تجدد، فلان و همانو توی متن بازتاب بده. یه متن دنبال اینه که کاری که پروژه‌ای که علم تو آزمایشگاه انجام بده رو بیاد توی متن انجام بده. یعنی مثلا بیا ابژکتیویتر رو توصیف کنه، شیء رو توصیف کنه، ضرورت در جهان رو نشون بده. یه متن دنبال آزادی از ایناست، یه متن دنبال اینه که شکاف سوژه و ابژه رو مثلا پر کنه، یا شعر رو ذهنی کنه، یا در شعر عرفان کنه. اصطلاح ژانری ما در شعر عرفان. خب به خاطر همین شما نمیتونید ادبیات معاصر ایران رو بررسی کنید، جریان شناسی کنید، ولی به این فقط بگید آقا ما توی بلاغت صحبت می‌کنیم، توی بوتیقا صحبت می‌کنیم، یا تو عروض صحبت می‌کنیم، معیارمون فقط مصرعه. خب به خاطر همین یک معیار چندگانه در حقیقت در نظر گرفتیم برای اینکه ببینیم شعر معاصر فارسی رو چجوری جریان شناسی کنیم. گفتم اصطلاح مفاهیم و مواضع رو چرا بکاریم بریم؟ به خاطر اینکه مواضع رو، پوزیشن های بیرون از شعر در نظر بگیریم. اینکه من نسبت تو چه وضعیتیم، من چپم تو راستی، من میانه رو هم تو تندروی، این مواضع خب یا تاریخی چه جایگاهی داریم. خب ولی مفاهیم رو یکم داخلش نگاه کنید، یه خود نگاه رو به جایی که معطوف بیرون شعر مناسبات اجتماعی و ادبی و فلان اینا باشه، نگاه مفهومی تر رو داخل کنید. بر این اساس در نسبت رو سنت ادبی به ذهن من سه تا استرادی واقعا بعد اپل رو به این چه دست درستم نه خب الان هیچ کس در حال پیگیریش نیست نقدر که میاد رفت بیرون کنید. چرا؟ من شاید تو میاد حسابی دارن.
یه حرف هنجاری دارن، یه شعر باید این باشد دارن هر کدومشون. خب که هر کدوم از یکی جدا میکنه. خب بعد هر کدوم یک مابعضه سیاسی و اجتماعی دارن. یعنی خوب گوش کنید، ادعای من اینه که همه جریان های ادبی تو ایران تقریبا با یک جریان سیاسی تو ایران قابل تشخیص دادن. خب چرا اینو میگم؟ مبتنی این حرف من مبتنی بر این پیش فرضه که اگه در یه جامعه، در یه کشوری، در یه سرزمینی جامعه مدنی وجود نداشته باشه، فرهنگ به عکسی از سیاست تبدیل میشه. یعنی چی؟ جامعه مدنی میشه تعریف کنن؟ جامعه مدنی رو نهادهای واسطه بین فرد و دولت تعریف میکنن. یعنی جامعه مدنی اگه بخوام خیلی ساده در برش یه جوری که بشه در برش توافق هست تعریفش کنیم، اگه من دولت رو از جامعه بردارم چی تو جامعه میمونه؟ مثلا دولت رو از جامعه ایران برداری، طبقات، مثلا طبقات رو میخوام بگم طبقات تو چی شکل پیدا کرد. مثلا دولت از جامعه ایران برداری، کانون وکلا باقی میمونه. خب به قدر کانون وکلا یک نهاد مدنی مسئول میشه، حیاتش مستقل از دولته. خب یکی دو تا حزب باقی میمونه. مثلا به نظر میرسه که حزب اتحاد مثلا به لحاظ اقتصادی، حزب اتحاد به لحاظ اقتصادی مثلا متصل نیست به دولت، یا اگه مثلا دولت بهش میدونی یعنی چی باقی میمونه. مثلا ممکنه شما بگید بسیج دانشجویی باقی میمونه، مثلا انجمنهای اسلامی باقی میمونه. این نهادها در جامعه ایران همیشه خیلی ضعیف بودن، همیشه خیلی ضعیف بودن. بعد تازه هیچ وقت مستقل از دولت نبودن دیگه. مثلا انجمن اسلامی دانشگاه تهران، اگه دانشگاه تهرانی وجود نداشته باشه که نهاد دولتیه، خب طبیعتا انجمن اسلامی دانشگاه تهران وجود نداره. خب حالا جامعه ای که شکل پیدا کردنش اساسا تشکلیابیش تقریبا و مستقیما وابسته به دولته، اون دولت هم فرق نمی‌کنه که دولت جمهوری اسلامی باشه یا دولت پهلوی باشه. خب دولت به معنی استیت، یعنی به معنی حاکمیت، نه حکومتی. جامعه ای که شکل پیدا کردنش کاملا وابسته به دولت باشه، توی اون جامعه فرهنگ عکسی از سیاسته. یعنی فرهنگ مناسبات موجود در دولت رو کاملا بازتاب میده. خب قبل از اینکه حالا ما وارد این بحث بشیم، به امید اینکه لپتاپ پیدا بشه، خب یه تمایز من به شما میگم. مثلا تو دهه 60 تو ایران، چون جلسه قبل صحبت شد، تو دهه 60 تو ایران به نظر میرسه که وقتی جریان های لیبرال، مثلا جبهه ملی تا حدی لیبرال ناسیونالیست، جبهه ملی مثلا یا نهضت آزادی مثلا از حوزه سیاسی حذف شدن، و جریان های چپ مارکسیستی هم از مدل لنینیستیش که توی حزب توده بود، یا ماویستیش که توی پیکار بود، یا فلان بود، اینا هم حذف شدن. خب و در حقیقت از 1360 به بعد، از انتخابات مهر 1360 به بعد، دولت در ایران به نفع نیروهای به اصطلاح پیرو خط امام یک دست شد. خب اتفاقی که بعداً، یعنی تقریباً همه اون چیزی که میراث فرهنگی و سیاسی و اینای دوره پهلوی و عصر مشروطه بود، توی اون تابستان 1360 تقریبا از حوزه عمومی ایران خارج شد. خب تو سالهای بعدش یه شکاف در ساخت قدرت به وجود اومد. خب که تو دهه 60 به شکاف چپ و راست معروف شد. ما هممون این شکاف رو تا حدی می‌شناسیم. یعنی مثلا از همون مهر 1360 وقتی که آیت الله خامنه ای مثلا رئیس جمهور وقت شدن و آقای ولایتی رو به مجلس معرفی کردن، مجلس به آقای ولایتی به عنوان نخست وزیر رأی نداد. بعد سال 62 بعد آقای مهندس موسوی که خدمت شما شد که نخست وزیر شد، مثلا در سال 62 سر قانون کار و فلان اینا آقای احمد توکلی برکنار شد. سال 64 دیگه دعوا خیلی بالا گرفت. بعد در جامعه روحانیت مبارز انشعاب به وجود اومد، روحانیان راستگرا شدن جامعه روحانیت مبارز تهران، روحانی چپگرا شدن مجمع روحانی، و خلاصه نهاد نخست وزیری و نهاد ریاست جمهوری و خیه عالم نهاد تحت اونا دو تیکه شد. سیاست در ایران به سیاست جناح راست حکومت و جناح چپ حکومت تبدیل شد. خب ما اصلا نمی‌تونیم چه سیاست رو بزنیم، خب این نتیجه بگیره به چه بس. فرقشون تو چی بود؟ مثلا جناح راست به نظر می‌رسید که
سنتی تره، طرفدار فقه سنتیه، به خاطر همین قواعد فقه رو میخواد توی سیاست دنبال کنه، به لحاظ اقتصادی وابسته به بازاره و یه جورایی اصل فقهیه این که آقا مثلا دولت نباید در مناسبات کارگر و کارفرما یا در مثلا فلان شرکت کنه، نباید مالیات بگیره، اینا وجود داشت تو جنای راست. تو جنای چپ چی بود؟ جنای چپ مثلا امامو بیشتر از اینکه به بنی روحانی بفهمه، مثلا در پرتو آثار علی شریعتی میفهمید، دنبال مالیات بود، دنبال دخالت در مناسبات کارگر و کارفرما بود، فلان بود. خب شما وقتی به حوزه فرهنگ تو دهه 60 نگاه کنید، می‌بینین عیناً این شکاف تو حوزه‌های مختلف، تو سینما، تو ادب داستانی، تو شعر معاصر باستانی شده. یعنی اگر در آستانه مجلس انتخابات مجلس سوم، جامعه روحانیت مبارز و مجمع روحانیون به عنوان اصلی‌ترین نهاد روحانیت دچار شکاف شد، در 1366 حوزه هنری سازمان تبدیل به مشابه انشاب تو صورت گرفت. یعنی خارج شدن نویسنده های چپگرا، حالا خوش میگن نویسنده های نوگرا، من میگم چپگرا، خارج شدن نوگرایان از حوزه هنری دقیقا مصادف با خارج شدن چپگرایان از جامعه روحانی مبارز. خب یعنی شما در 1366 در اصل انتخابات مجلس سوم میبینید که یه انشعاب صورت میگیره توی جامعه روحانی مبارز و مثلا آقای تعلقی، آقای نمیدونم مصری کنی، آقای نمیدونم روحانی جناب شب، آقای خاتمی، فلان از این خارج میشه. در همزمان با این اتفاق میفته نویسنده های فلان نوگه های حوزه هنری به سردستگی محسن محمدآغا در کنارش قیصر امینپور، سید حسن حسینی، طیف های نزدیک مثلا شهری مثل سلمان حراتی فلان بما و بعدتر مثلا ساحل واقعی سهیل محمودی، اینا از حوزه هنری میان بیرون. خب چه اتفاقی افتاده؟ همین اتفاقی افتاده که عرض میکنم، یعنی فرهنگ به بازتابی از عرصه دولت تبدیل شده. بازم گذاری که بگیم اصلا انجاره دوست داری من هم بگیم خوبه یا بده، باید یه اتفاق افتاده. چرا یه اتفاق افتاده؟ چون نهادهای مستقل در سیاست و منظورم از سیاست هم ایران دولت، نهادهای مستقل از دولت اینجا وجود نداشت. اینجوری نبوده که یه روزنامه مثلا مجله مثلا فردوسی، آگینه، اینو چی تو زمان باشه که تحولات دولت روش تاثیر مستقیم نذاره. خب به خاطر همین شما وقتی تاریخ ادبیات ایران بنویسید در قیصره اخیر، حتما تاریخ ادبیاتی که داریم بنویسید در جریان شناسی که میگه جریان شناسی ادبی شما کم یا بیش متاثر از جریان شناسی سیاسی. پس یه ادعایی که من دارم می‌کنم در جایی که جامعه مدنی ضعیفی باشد یا وجود نداشته باشد، جریان‌های ادبی، جریان‌های فرهنگی سایه ای از جریان‌های سیاسی هستند، یا جریان‌های ادبی تنوع جریان‌های سیاسی رو کاست. کسی سینما رو تو آمریکا خیلی راحت تقسیم کنی به دوتایی که قابل تبدیل به چی باشه؟ به مثلا دموکرات جمهوریکا باشه. خیلی بعیده. چرا؟ شما ممکنه بگم که هالیوود مثلا یه چیز جماعی چپ‌راستی وجود داره. خب؟ ولی فکر نمی کنم. حداقل برای اینکه سیاست دولت در آمریکا بازتاب پیدا کنه روی مثلا فرهنگ، خب میانجی ها زیاده. ولی شما، من حالا اگه مثلا وقت داشته باشید به تو مفصل نشون بدم که با عوض شدن نه حتی دولت به معنی کل حکومت، با عوض شدن دولت به معنی توپولوژی هم نه، با عوض شدن یک وزیر ارشاد وضعیت ادبیات ایران متحول شد. مثلا آقای میرسلی که کاندیده سال 1972 که آقای خاتمی از وزارت ارشاد میره و آقای میرسلی میاد، خب دو تا سیاست فرهنگی مختلفی نداشتن دیگه. آقای خاتمی نزدیک به مجمع ایرانی مبارزه بود، آقای میرسلی نزدیک به جمعیت مبارزه. واقعا وضعیت ادبیات ایران در فاصله سال 67-72 با وضعیت ادبیات ایران از سال 72-76 میشه فرق محسوس. به خاطر مثلا عوض شدن وضعیت ممیزی کتاب، عوض
مجوز گرفتن مطبوعات میام، مثلا با خوبوبتش کاری ندارم خب، ولی به هر حال حتی عوض شدن یک وزیر ارشاد تاثیر داره. حالا شما تصور کنید جریان‌های مختلف فرهنگی بیان دارن، مثلا در دهه 20 حزب توده توانایی رو پیدا می‌کنه که به طور خیلی گسترده از بین کارگرها و روشنفکرها و دانشجوها فلان به ما یادگیری کنه. خب یه تحول در عرصه دولت دیگه، در سال 1925 حتی حزب توده می‌تونه بره توی کابینه قوام سه تا وزیر از خودش داشته باشه. خب اینا تحولاتی یعنی تحولات سیاسی هست، یعنی معتوف به دولت هم در ایران و به طور مشخصی روی فضای سیاسی واقعیتش اینه که تاریخ ایران به طور خیلی
مشخصی مثلا حکومت ها تونستن عکس فرهنگ رو تغییر بدن، حتی نه اینکه عاملانه این کار بکنن، یعنی مهندسی اجتماعی رو بکنن، ولی اتفاق افتاده، یعنی حداقل دوره معاصر فکر خاص. ببینید تو دوره معاصر یه چیزی که وجود داره و به نظر من اگه بخوایم خیلی سیاسی در باره به معاصر حرف بزنیم، باید چاپ رو جدی بگیریم. پدیده چاپ از دوره که چاپ به وجود میاد، یعنی ادبیات از حالت کلا فرهنگ، فرهنگ چاپی وجود میاد و علم و ادبیات و فرهنگ و اینا از دل دربار خارج میشه میاد تو چاپ، تا زمانی که فضای مجازی به وجود میاد، خب اقتصاد ادبیات گره خورده به اقتصاد کاغذ. خب یعنی شما قبل از به وجود آمدن فضای مجازی، خب و قبل از به وجود آمدن چاپ تو این بازه، بعد از به وجود آمدن چاپ، خب اقتصاد ادبیات به اقتصاد کاغذ گره خورده. حالا اگه کاغذ گرون شه، نایاب شه، ادبیات متأثر میشه. اگه کاغذ پیتیلش دست دولت باشه، یعنی وزارت ارشاد، وزارت فرهنگ فلان تعیین کننده کاغذ باشه، ادب، یعنی وقت طبیعتا مسئله سانسور. خب یعنی مکانیزم هایی که دولت در دوره معاصر ادبیات رو تعیین میکرده خیلی شفاف بود. واقعا شما به هیچ وجه نمیتونید ادبیات معاصر بررسی کنید، ساخت سیاسی دولت رو پیش در نظر نگیرید. خب حرف من چیه؟ حرف من میگه به خاطر اینکه جامعه به شدت متأثر از سیاست، یعنی مناسبات معطوف به دولت، خب به خاطر اینکه ادبیات خیلی تحت تاثیر سیاست بوده، جریان های سیاسی همواره مواضع ادبی شدن یا مواضع فرهنگی شدن. حالا من در ادامه کسی به این تفکیم کنیم شعر معاصر فارسی و موازهی که در شعر معاصر فارسی وجود دارد و موازهی که در شعر معاصر فارسی وجود دارد در نسبت و سنت ادبی بررسی کنیم. من گفتم یه سری محافظگار بودیم، یه سری شاعران نیمایی بودیم، یه سری رو رادیکال بودیم، نوگرایان غیر نیمایی بودیم. و گفتم مفهوم نیمایی بودن رو بر اساس یک مفهوم از ویتگنشتاین، یعنی شباهت‌های خانوادگی تعریف کردم. یعنی همونجوری که اعضای خانواده، همونجوری که اعضای خانواده در شباهتشون به هم همه ناشی از یک ذات نیست، یعنی ما که خانواده خسروی هستیم چیزی به اسم خسرویت نیست که من داشته باشم خواهرم داشته باشه، مثلا دخترم داشته باشه، من با خواهرم بینیام شبیه‌ام، خواهرم با داداشم مثلا چشماش شبیه‌ام. خب 8 تا ویژگیه، من 5 تاشو دارم، من با خواهرم 5 تاشو مشترکیم، خواهرم با برادرم که 5 تاشو مشترکیم، ولی 5 تا من و 5 تا یکی نیست. خب نیمایی بودن رو من اینجا اینجوری می‌فهمم. خب به خاطر همینه که من مجاز می‌دونم کسی بگه من یه غزل سرای نیمایی هستم، درست شد؟ یعنی اون ممکنه المان‌هایی از نیما توش باشه که بلند و کوتاه شدن مصرع‌ها یکیش نباشه و البته جای اعتراض برای اشاره نیمایی طبیعتاً باقیه. بگه آقا کوتاه بلند شدن مصرع‌ها خیلی هم دلخواه ما نیست، این نتیجه یه طبیعتاً و هم تصوری رو توصیفی نمی کنم به این کسی که میگه من شو قدر نیمایی بیسم درست بود یا اشتباه میگه، ما میخوام به این درستی داره تمام کجا میزنیم. جریان بازگشت معاصر، ادامه مکتب بازگشت در روزگار معاصر، کسایی که حاوی خیلی جدی سنت هم، سنت در مده ارتدوکس و غیر و کسایی که به هر بار سعی کردن این سنت رو، این سنت رو با نوعی از چیزهای مدرن و متجدد ترکیب کنن، خب که به طور سنتی تو عدد معاصر بهشون میگن نوبنمایی. پس نمایی ها یا بازگشتی ها رو از نمایی ها در محافظه‌کار رو جدا می‌کنیم. خب بازگشت ادبی در فرار از سبک هندی در دوره قاجار به دو تا گرایش عمده بزرگترش کنم بخواهم بزرگترش نمیشه حالا پس هم میشه
جلوتر من این باز کردم. خدمت شما هستم که در دوره قاجار در اعتراض به سبک هندی دو جور بازگشت به وجود اومد، بازگشت به سبک خراسانی و بازگشت به سبک عراقی. خب تو دوره معاصر چون مسئله شعر ما هم مطرح میشه، بازگشت عددی نه در نسبت با سبک هندی بلکه در نسبت با شعر مدرن و شعر معاصر دیوانی در حقیقت مطرح میشه. به خاطر همینه که تو این چارچوب یک پدیده به اسم بازگشت به سبک هندی هم داریم. پس نگیم خب به خاطر بد نیست که وقتی داریم راجع به نوگرایی
یعنی از محمد مقدم، از حرف داریوش، از شین پرتو باید از اینا حرف بزنیم. خب؟ باید این سراغ توندن کیا و باید این سراغ هوشنگ ایرانی. نوگرایان معاصر نیما که مدرنیست بودن اما نیما رو قبول نداشتن یا نیما رو به هر دلیل قبول نداشتن. توندن کیا نیما رو دوست میدونست، هوشنگ ایرانی نیما رو سنتی میدونست و شین پرتو بدون اینکه حالا عملا با نیما درگیر بشه به نظر من ایده های رادیکال تری حداقل برابر از نیما باشه. یه جریان خیلی مهمتر، یه جریان خیلی غیر نیمایی تر تو دهه 40 سیر موجه رو شکل گرفت. یعنی وقتی شما برید کتاب طرح احمد زنبودی بخونید، این کتاب به وضوح مدرنه و به وضوح غیر نیماییه. یعنی شما نمیتونید هر چقدر آثار نیما رو باید پایی کنید، شما ممکنه یه جوری حداقل تو قالب بتونید به سراغ سپری نیمانیه. ولی هر چقدر عمر زمانی بکنیم به نظرتون نمیرسی که عمر زمانی مدرنه. ببخشید نیمانیه. وقتی من ما یه جرگه مدرنه تو حلقه یک دهی چه بدیم با که این جرگه سریعا مدرنه و سریعا ناپیراست و سریعا مقربانیه و غیر نیمانیه. موجه رو چون خیلی خدمت چهار از شد یه جورایی عمر ستیز بود. حالا بعد این عمر ستیز یعنی مخالف اصل ضرورت حاکم بر آثار هنری بود. خب به این معنا که مثلا شعر باید در خودش مثلا یک ارگانیسم کامل باشه فلان، این حرفا رو قبول نداشت. دنبال ناخودآگاه بود، دنبال ادبیات سورئالیستی این حرفا بود. موجدو طبیعتا دچار تشتت شد و این بدنامی هم بخاطر همینه دیگه، بخاطر اینکه کسی که از ناخودآگاهش حرف بزنه خب خیلی سریع بدنام میشه، چون ممکنه اول حتی خیلی رفت بزنه، بعد ممکنه که حرفی بزنه که فهمیدنش عادی نیست، بعد خیلی غیر متعارفه دیگه. در راستای اینکه آدم ها حساب خودشون رو جدا کنن از این هرج و مرجگویی چند جریان شده. مثلا تو دهه شعر شمسی آدم ها دوباره همونجرم شدن جزوهای شعر دیگر رو چاپ کردن، دو تا جزوه چاپ کردن و گفتن از بین این همه موج جدید به اسم موج نو ما مثلا برنامه اردبیلی بیژن الهی فلان ما این شعرها رو شعرهای موج نو می‌دونیم. خب به خاطر میشه گفت که اولین تلاش برای سامان دادن به جریان شعر دیگر شعر موج نو جریان شعر دیگر بود. دو سال بعدش، یه سال بعدش بیانیه شعر حج نوشته شد. خب من همه اینا رو توی موج نو می‌دونم، یعنی شعر حج رو به وضوح و صریحا بدون دروسی یکی از شاخه‌های موج نو. خب اما در کنار جریان‌هایی که غیر نیمایی‌اند مثل شعر توندرکیا، مثل موج نو، مثل شعر بیژن الهی، یک گروهی از آدم‌ها حسن نیمایی‌اند. به سادگی این چی؟ یعنی میگن چرا من دیگر شاعر نیمایی هستم؟ یعنی من نیمایی بودم، از دل اقتضاعات نیمایی بودم، به آن سوی نیمایی بودم پر شدم. یعنی در دل پروژه نیما که پروژه درستی هم هست تناقضاتی وجود داره که باعث میشه ما با فهمشون دیگه نیمایی نباشیم. همون حرفی که همون قیاس دیدیم در حقیقت در یک قیاس رو پست‌مدرنیسم، یعنی من در دل مدرنیسم به تضادهایی میخورم که اون تضادها راهگشای من هست به اون سوی مدرنیسم. خب جزئی هم گفتم وقتی لیوتار اسم کتابش رو میذاره The Condition of Postmodern، خب این پست‌مدرنه، این کاندیشنه دو تا معنی داره. یکیش معنی وضعیته، یکیش معنی شرطه. کاندیشن معنی شرط میده توی نیست. کلمه شرایط شاید ترجمه خوبی برش میشه که دو تاشو باز کار بده. خب؟ یعنی پست مدرن بودن مشروط به مدرن بودن و پس دارم یه موضوعی بایی که ندارم من بیشتری بودم. در کنار این یک جریان غیر نیمایی متعهد هم داریم. ما میتونیم نیمایی متعهد بشیم، میتونیم نیمایی غیر متعهد بشیم، میتونیم غیر نیمایی غیر متعهد بشیم که حالا جداگانه توی تبرسه این تشکیل کنی ها از طلبه محاصر هست به نظر من هرش ها یه نکته یا یه بحث سر این نیست که مثلا ما ممکن با هم دعوا کنیم. مثلا من بیام به شما یه آقا مظاهر مصفا به رخر شما باید مظاهر مصفا رو توی یکی دوتا بزنیم توی محاصر رو بزنیم. بعد من بیام مصفا رو مثلا خراسانی میدونم، تو میتونی ممکن شروع کنی با هم دعوا کردن که نه مزار مصفا مثلا عراقیه. خب تو این جلسه ما
نمیخوایم وارد مصداق بشیم. من دارم از گرایش ها حرف میزنم، به خصوص درباره محافظه‌کار معاصر. محافظه‌کاری معاصر یه سری مکتب نبوده، یعنی اینجوری نبوده که دور هم جمع شده یه مانیفست بنویسن بگن ما خراسانی‌های معاصری. ما گرایش ها رو میخوایم تشخیص بدیم. خب پس بحث من مشخصا راجع به آدم‌ها نیست که مثلا آدمای دست شب کرد یعنی بیاریم بگیم تو حتما باید توی کاتگوری ها بری. نه، ایده هایی که در ادبیات معاصر هست توی کاتگوری ها میگنجه. هر ایده ای که در ادبیات معاصر باشه به نظر من تا حدی به حصر عقلی یه جایی اینجا میتونه خودش رو پیدا کنه. ولی حالا شما ردی آذرخشی رو بریم، ما باید باید بحث سبک شناختی کنیم فلان بعد. حالا یکم در ادامه هر کنم کسی کامنت تو نظری هم به جلال آدم هم هستیم. به لحاظ موقع
نظریه ما کلی مفاهیمی هست که از چپگرایی دفاع میکنه. من نمیگم حالا ما به جرأت و استراحت بتونیم بگیم نیما کمونیست میگن، ولی نیما تو بعضی از آثارش من جمله و اصلا که جرس قبل از کرده مازش یعنی تو مقدمه کتاب آخری نبرد خب به وضوح داره از علمیت متحد دفاع میکنه. خب نیما به وضوح تو آثارش طرفدار من هست، نمیخوام بگم حالا جای جای مناقشه هست که اصلا نیما چیه، خب ولی به هر حال به نظر میرسه که و موج یا به لحاظ تاریخی تنها آدم هایی هستن تو دریچه که در کنار نیما علیه در کنار هستن. نیمایی ها در این همه شون با هم پدران دیگر شده رو نفت کنن مشاره کنن، ولی اردیوی از این فرمان صحبت
فهمش از دنیا حالش از سریع نگه، ولی فهمش از دنیا اینه که زمینی هست که یه خورشیدی هم دورش میچرخه و بعد دین هم براش همین جوریه، حجابی داره اصلا براش کاملا بدیهیه که جلوی من باید حجاب داشته باشه، یه ساعتی باید پاش نماز بخونم. من خیلی جرأت نمیکنم بگم آدم بگم سنتی. چرا؟ چون سنتی یه پدیده معاصره، سنتی یه پدیده مدرنه. فقط تو دوره مدرنه که شما میتونید آدم سنتی داشته باشید. آدم های قرن چهار که فهمشون از خودش آدم سنتی نبوده که هم دیگر رو که میدیدن به عنوان سنتی با هم برخورد نمیکردن، میگن با سنتی هست زخل خوشحال باشن بیان ما سنتی اسم حکومت رو گرفت نه همه چی هم هست. این مامان من باید یه روز دخترش بره دانشگاه بعد حجاب برگرد چون کار دانشگاه این بعد دخترش بره دانشگاه بعد حجاب برگرده خونه تا حجاب برای این مسئله بشه. این بعد حکومتی که بالا سرشه که مثلا موقعی محجش رو کنار درمانه از طرف یک دولت خارجی مثلا دولت انگلیس، دولت تبلیس، انگلیس تهدید بشه تا حکومت یه دفعه برای مهم بشه. یعنی این اتفاق داره اون مامان مامان بزرگ رو از بداهت مسئله براش خارج میکنه. بعد وقتی مامان بزرگ های زیادی دورن جمع بشن و به وضعیت حجاب دخترشون ایراد داشته باشن به نظر میرسه اینا از حدیده در خود بوده به تقیید برای خود تقیید میشه. ببینید یک گرده گوسفنده و تحت حاکمیت چوپانه ولی در خوده. هیچ وقت اینا با هم تصمیم نمیگیرن که آن سگ گله ما خیلی بد رفتاری میکنه مثلا نگاه جنسیت زده است. خب هیچ وقت این کاری نمیگیرن. خب اینا همیشه خب ولی آدم های خسته رو دارن که برای خود میشه. سنت‌گرایی در دوره معاصر هم باز دو تا ورژن داره به نظر من. اگه من یه بابا بزرگی داشته باشم در یه روستا داره فعالیت ادبی میکنه برای خودش، گاهی یه قصیده می‌نویسه با دوستای دیگه‌اش هم میشن برای هم میخونن، این سنتی در معنایی نیست که بهار بود که بیانیه می‌نوشه آقا نیما اشتباه کرد نیما غلط کرد. اینا دو تا معنا از سنت هم. همونجوری که شما نمی‌دونید بنیادگرایی همون سنت‌گرایی شما ممکنه که تو دوره مشروطه داشته باشه کسی که ببینه آقا مثلا حکومت رو عوض بشه و اینا یا اصلا حتی اینا متوجه نشن ولی ناخودآگاه و عوارضش مخالفت تلگراف رو بد بدونم نمیدونم حضور خارجی رو اینا بد بدونم فلا بخو ولی اینکه اینا جمع شن دورن برن در دانشگاه خفن دوره درس بخونن تجهیزات نظامی درست کنن هکر استخدام کنن حمله کنن به مراکز خفن آمریکا این دیگه چیزی از اون نوع نیست. پس شما در دوره سنت گرایی در دوره معاصر باید پدیده های در خود رو از پدیده های برای خود به نظر من جدا یعنی فهم داشته باشیم از قضیه که سنت در دوره معاصر میتونه در خود یا برای خود بشه. خب از من بپرسیم به شما میگم سبک خرافی دوره معاصر و سبک هندی دوره معاصر دو تا پدیده برای خود هستن. یعنی یه نفری که سبک خراسانی شعر میگه در دوره معاصر یعنی یه آدمی که شعر خراسانی می‌نویسه در خدمت آرمان‌های مشروطه می‌نویسه از طرف با شعر نو مخالفت می‌کنه چون غربی می‌دونتش نمی‌دونم فلان همه اینا این به مدرنیسم آگاهه با بخشش یا با همش مخالفه. خب کسی که سبک هندی کار می‌کنه مثلا شما مؤخره کتاب رجعت سرخ ستاره رو بریم بخونیم از علی معلم داخل خب رسمان به شعر سبک خراسانی میگه فرهنگ مطرود به شعر مدل میگه فرهنگ مثلا من فلان به شعری که خودش می‌نویسه میگه فرهنگ مود. خب این فرق میکنه با مثلا نمیتونم بهجت تبریزی با بهجت تبریزی خب که خدمت شما عرض شد که داستان مشهوری دربارش هست که مثلا پزشکی نخونده عاشق یک دختری شده بعد برای اون دختر شعر نوشته و اینجوری این آدم شاعر شده. به خاطر به نظر رسید که سبک عراقی دوره معاصر چون اساسا در تضاد با چیزی به وجود نیومده اون خصلت در خود بودن رو خیلی زیادتر بازتاب میده. به خاطر همینه که شما وقتی میگه آقا اصلا اینجا رو به سبک عراقی معاصر
برای اینکه اصل هنجاری باشه تو باید به یه فلان چیز باید فلان چیز شود یک باور داشته باشی. به نظر من نمیرسه که بتونی راجع به سبک ارائه محاسبه چنین حرف بزنی. یعنی بگیم آقا مثلا آقای محمد رو بودنم چی محاسبه به جای تبریزی خب به دنبال یه چیزی بوده. میبینیم که اینجور شاعرها به راحتی یه شعر هم مثلا چون تفنن قضیه دیگه یه شعر نیمایی هم ممکنه بنویسه پیام برش. خب به خاطر همین من خیلی دیدم در باره بازگشت سبک عراقی من باقی مانده طبقات سنتی مابعزه ادبی باقی مانده طبقات سنتی در باره مونده نه یک پدیده برای خود شده آگاه از خود خب دیدگاه فلسفی ایران طبیعتا خیلی نزدیک به عرفان نظری یا خود هم حتی شاید حکمت اشراق و حکمت اشراق فلسفه است خیلی نمیده این هستنش بودیماشون قصد آشغاله علمائیه پایگاه اجتماعیشون هم پایگاه اجتماعی توزیع شعر کهن برای توزیع شعر کهن یه همونجوری که ایرانی ها در قدیم از طریق قنات خیلی حرفه‌ای آب رو به سراسر سرزمین پخش می‌کردن قنات هایی هم در حوزه ادبیات داشتن این قنات ها انجمن‌های ادبی انجمن‌های شبکه توزیع غیر حکومتی شعر کهن خب که تو دوره مشروطه مثلا باش خیلی مهمه تو دوره حتی تو دوره جدید می‌کنن که تازگی‌ها داره از این در دوره معاصر هم حتی خوش شد ولی به هر حال شبکه توزیع کند بازگشت به سبک بازگشت مدن بازگشت به طور خاصی بازگشت به سبک عراقی حتما انجمن‌های ادبی هست به نظرم سایه تو دوره دومش خیلی شاعرهای اینجوری هم شاعرهای عاشقانه بسیار معاصر مثلا و شاید پژمان بختیاری مثلا حالا درباره مصادیقش باید جدا هم نمونه‌هایی از تصادفی نیست که سبک هندی به طور تاریخی به نظر من تصادفی نیست که سبک هندی به طور تاریخی در یک حکومت شیعه رواج پیدا میکنه و در دوره معاصر در دوره یک حکومت شیعه غلبه پیدا میکنه یعنی به نظر میرسه در دوره معاصر بعد از انقلاب یک گرایش به سبک هندی تقویت شد شما بهتری کتاب هم که اینو نشون میده کتاب رجعت سرخ ستاره علی معلم دامغانی علی معلم در مؤخره رجعت سرخ ستاره که سال 60-62 چاپ شده میاد به طور خیلی گسترده ای ادبیات مدرن ادبیات نوقدمایی سبک عراقی و سبک خراسانی همه اینا نقد خب سبک خراسانی رو نقد میکنه میگه با این کافرانه از تابوتی شام مد میکردن نمیدونم عرقخوری عزیز خب شعر عاشقانه غزل عاشقانه عراقی رو چجوری نقد میکنه میگه چرا احمقانه است مثلا یاد بدبختی و فقر و فساد و زور مستم در دنیا باشه تو میتونی شعر عاشقانه میگی مثلا بر مشهور خب شعر مدرن چجوری نام میکنه شعر نیما رو میگه غربیه این مال فرهنگ غربه که فرهنگ مطرود فرهنگ تونم گفت زرد خب میگه یه آکشن باقی میده و اونم فرهنگ موجوده خب فرهنگ موجوده خب خیلی هم تر تاثیر احمد فردی داره تو کتاب آقای علی محمد خب بعد شما که به ادبیات معاصر نگاه به ادبیات ایران نگاه می‌کنی همه چی غیر سبک هندی زده خب حالا شما اینو مقایسه کنید با اینکه در دوره در دهه 60 یه دفعه بیدل به اشاره مهم به عنوان کشف مطرح میشه
مثلا این کتاب دکتر شفیعی راجع به لیدر هم موقع چاپ شد، کتاب حسن حسینی راجع هم موقع چاپ شد. خب و از اون مهمتر به نظر میرسه که بعد انقلاب 10 سال که میگذره که تبع انقلابیان میخواد و میفهمه که باید به بخش از این فرهنگ برگردن، وقتی شعارای انقلاب میرن سراغ ادبیات مدرن ایران، میرن سراغ سراب سپهری، میرن سراغ شاعرایی که این خصلت هندیتور توشون وجود داره. آخر این بازی هم که مثلا به شاعری مثل فاضل نظری ختم میشه. خب یعنی به نظر میرسه که در شعر ایران بعد انقلاب، خب به نظر میرسه در شعر ایران بعد انقلاب یه چنین گرایشی میگم بازم مثلا من مفتوم رو بردم نشید کنیدارم که این رو دارم تربیت شد. به نظر میرسه که فرهنگ بازتاب دهنده سیاست باشه تو جامعه‌ای که جامعه مدنی ضعیفه. حالا دوستانی که نمیدونم اول جلسه من یه ادعای کردم، گفتم در ایران معاصر چون نهادهای واسطه بین مردم و حکومت اصطلاحا جامعه مدنی وجود نداشته، نهادهای مستقل سیاست به منظور من سیاست هم فعالیت‌های معطوف به دولته، خب چون این واسطه وجود نداشته به نظر میرسه که عرصه فرهنگ بازتابی از عرصه سیاست شده. ها؟ یعنی فرهنگ هم سیاسته که توی آینه دیده گفته میشه. اصله. خب به خاطر همین در چارچوب همین ما میتونیم بگیم هر وقت به لحاظ سیاسی با انقباض و با انسداد روبرو بودیم، خب جریان‌های محافظه‌کار ادبی رشد کردن. خب مثلا در دوره 1304-1320 دوره حاکمیت رضا شاه، خب این سبک خراسانی در دوره معاصر میشه جکتاز عرصه حالا همون مطبوعات ضعیفی که بوده یا دانشکده‌های ادبیات فضاهای سازهایی که اجازه تنفس داشتن. دوباره 1332 تا 1349 خب شما یه جریان گسترده توجه به پاره یکم نوقدمایی تر که به غزل عاشقانه و چهارپاره داره. خب تو دهه 60 شمسی که تحت تاثیر جنگ و حوادث 1360 و فلان بهمان و اینا فاز سیاسی بسته میشه، شما به طور گسترده احیای غزل دارید. یعنی یه عالمه مقاله و یه عالمه چیز نوشته شده درباره اینکه چرا و حتی در فاصل سال بعد از 1984 هم یه کوچولی سبک دیگه معاصر رشد کرد. من کسی جا نمیشتم صدا تو نمیشتم ببین سبک عراقی رو چون اصلا من راجعش چی گفتم؟ گفتم ما به ازای ادبی بازمانده طبقات سنتی به خودم یه ایونت نیست مثلا که یه روزی ما حس کنیم سبک عراقی تقویت شده. این هست، این ایت سلف هست، در خودش هست. خب ولی درباره سبک خراسانی و سبک هندی من مشخصا ارتباط محسوسی حس می‌کنم بین اینا و دو تا حکومت که تو دوره معاصر تو ایران وجود داشت. یعنی سبک خراسانی هم با خود حکومت پهلوی هم با مخالفان نیمه قانونی یا اپوزیسیون نیمه قانونی حکومت بالاخره در ارتباط مفهومیه. ناسیونالیسم که چیزه ایدئولوژی رسمی حکومت و ناسیونالیسم لیبرال که ایدئولوژی تا حدی میشه گفت اصلی ترین اپوزیسیون حکومت یه جبهه ملیه، خب
به هر حال توی سبک تو سبک خراسانی داره خوش نشون میده. بعد انقلاب هم به نظر من توی این بافت فرهنگ شیعه که سبک خراسانی با خاطر تابوت بودنش نمیتونه قبول کنه، چرنو با خاطر غرب بودنش نمیتونه قبول کنه، یه زمینه باز میشه برای اینکه توجه به شاعری مثل بیده توی مطالعات ادبی زیاد بشه و شاعری مثل خود مثلا علی معلم به لحاظ خیال پردازی. آره نه ببین نمیخوام، ببین من نمیخوام بگم که اینا یه روز دوره هم جمع شدن مانیفست نوشتن، میخوام بگم از کی در مرکز توجه قرار گرفتن. خب مثلا تو میتونی بگی آقا شعر مثلا شعری که بخواد مثلا خیلی منور هنری باشه تو دهه 60 شمسی هم وجود داره. خب من میگم حتما وجود داره، ولی از نیمه دوم دهه 70 و تحت تاثیر مطبوعات دوره اصلاحات، خب یه دفعه این پدیده مثلا پست مدرنیسم ادبی بیرون میزنه، حاکم میشه. به خاطر مثلا من هم از این حرف میزنم از مکتب هم نمیزنم، از گرایش حرف میزنم. مثلا شما حالا اگه بخواید بگید یه شاعر، نمیتونید بگید علی معلم یه شاعر سبک هندیه. علی معلمش باید یه نکته اینه، یعنی گرایش سبک هندی تو شعرش هست. یه نکته دوم اینه که ادبیات مکتب بازگشت یعنی شاعر بازگشتی اساسا شعرش مسلوعه. یعنی چی؟ یعنی یه نفری که مثلا کهن سرای معاصره، یه شاعر کهن سرای معاصر، خب یه بخشی از کرد و کارش اینه که اساسا بره سبکای کهن یاد بگیره. خب اینجوری نیست که واقعا خودش در دربار سامانی باشه تحت تاثیر اون فضا این شعرا رو بگه، داره تقلید میکنه. خب وقتی تقلید میکنه تا حدی مسئله مهارت و تفنن هم هست دیگه. مثلا حالا که من دارم ادیبم و مخاطبم هم بیشتر شاعرن، حالا امروز سبک خراسانی می‌نویسم، فردا برای اینکه مهارتمو نشون بدم فردا به استقبال سعدی میرم، پس فردا به استقبال بیدل میرم. خب چون ببین میخوام بگم مکتب بازگشت معاصر تا حدی جعلی نه تصنعیه، به معنی منفی در نظر نگیرم. تصنعیه یعنی چی؟ یعنی بالاخره یه روزی آدم ها در اثر مخالفت با این فضا خواستن به سنت برگردن. سنت که خودش اینجا نیست که رب باید بری دوافین رو بکنی، کتاب های بلاغت رو بکنی، تو باید یه مهارت هایی رو کسب کنی. وقتی مهارت رو کسب کنی خب اون وقت ممکن امروز تصمیم بگیری خراسانی بگی، فردا ممکن تصمیم بگیری برای اینکه خودتو اثبات کنی عراقی هم بگی. بالاخره تو اینجوری به رعدی آذرخشی انتظار داشته باشی که همونجوری که رودکی فقط خراسانی نوشته، رعدی آذرخشی هم فقط خراسانی نوشته. اصلا رودکی آپشنی جز خراسانی نداشته، رودکی فهمش از دنیا، بودنش در دنیا به واسطه سبک خراسانی بوده. ولی خب طبیعتا رعدی آذرخشی همونجوری که تو اینجوری نیستن. بخاطر من خیلی از شاعرای با اثر معاصر میخونم و بعضیشون واقعا لذت برن، ولی نمیتونم بفهمم که این تهش دنبال چی بوده. این خیلی دنبال تصنع بوده، خیلی دنبال نمایشگری بوده. به خاطر همین من از گرایش حرف میزنم. من نمیگم همه شعرهای معاصر رو شما میتونید بزنید اینجا، چه بسا رعدی آذرخشی رو بزنید یه پاش اینجا باشه یه پاش اینجا باشه، ولی همه ایده های ادبی رو میشه بودش. باید چه میشه؟ یعنی نظرم کسی نمیزنه تو؟ یعنی هر کی باید نه من نمیگم جایی که جایی جایگاهی که این رو داشته باشه. بذار من سوال شما اینجوری فرض کنیم، این هم سوال مهمی بپرسن من، یعنی اگه سوال شما باشه بود که برنامه رو پیش بیدیم. فرض کنیم من یه شاعرم، فردا میخوام شروع کنم شعر گفتن. خب هیچ نیاز ندارم تو جلسه که قرار گفتن اینجوری میده شعر بگم. خب ولی اگه من دارم کار شما رو بررسی میکنم، یه نفر داره این میشه برای شعر میگه، تحصیل بندی من باید بره اونه هم پیدا کنی بذاره این میشه کنش. ببین اگه این نفر شاعر باشه هیچ نیاز نداره بر اساس تحصیل بندی این باشه بگه بجه یه جد یا بگه من دو یک هم میزنم. ولی اگه ما این میشه این بگه که داره شعر میگه، وظیفه داریم برداریم بذاریم میشه که اینجا تحصیل بندی ما به شرط تحصیل بندی خوبیه که همه این اونها رو در بر بگیره. ببین مثلا شما نه تصمیم هایی رو، نه
تصمیمی ما اینو ببین علم ما نظریه ما پسیجی اول پدیده که شعر معاصر فارسی اتفاق افتاده حالا ما از پی رسیدیم داریم توصیف شد اگه شاعری باشه مثلا به خصوص اگه مثلا یه متخصصی باشه اکسپرت باشه یه شاعری باشه یه شعری می‌نویسه مثلا تو یه شعری بیاری بر من مثلا یه آقای شاعری هست مثلا نمی‌دونم مثلا یلدا رویه خب هیچ چیز دستمندی کجا نمی‌شه یه دستمندی من ایراد دارم من تو نقد مدل روایت معیار چی گفتم گفتم روایت معیار رو اصلا هیچ چیز توصیف نمی‌کنه روایت معیار محمد علی قمری توضیح نمی‌ده که من غزل می‌گم پس روایت معیاری ما کارمون نظریه است یعنی ما نظریه پسیوی دادامون هم فقط توضیح ما اصلا نمیخوایم تو مناقشه در دلیل به ما رفتی نداره که تو دعوای رضا برانی با مثلا علی عبدالرضایی کدومشون برحق اصلا برحق بودن مسئله ما نیست تقسیم بندی ما توصیفیه یعنی اصلا ما با حق و باطل کاریم کسایی هستن تقسیم بندی من که به اون شعار معروف انجمن ادبی دانشکده پایبند اون شعارش رو تحت لفظش میده ترکیب معانی قدیم جدید در لباس شعر و نثر قدیم یعنی چی؟ یعنی کسایی که میگفتن با حفظ کره یا هسته اصلیه سنت ادبی میشه متجدد خب پس اینا متجدد بودن یعنی نوع قدمایی ها مدرنیست محسوب میشن نوع قدمایی ها به لحاظ سبک زندگی با ادیب پیشاوری فرق دارن اصلا درسته اینا فقط نکته شونه که به مصرع پایبندن ولی نوع قدمایی ها ببین میخوام اینو بگم میخوام بگم تقسیم بندی روایت معیار اشتباه میکنه میگه اینا همشون کهنن اولا غالبا چهارپاره در دوره معاصر وجود داره در دوره مشروطه وجود داره ثانیا اقتصاد
اقتصاد شعر نوقدمایی با اقتصاد شعر قدمایی فرق داره. شعر قدمایی در انجمنهای ادبی خونده میشه، شعر نوقدمایی در طبقه متوسط خونده میشه. شعر قدمایی در کنار موسیقی سنتی رشد کرده، ولی شعر نوقدمایی در کنار موسیقی پاپ رشد کرده. اینا ماهیتا با هم فرق داره. نمیشه بگیم اینا چون همشون به قواعد با هم پایبندن نه یه چیز هم نه یه چیز نیست، نه برای سبک زندگی خیلی با هم فرق دارن. قدمایی هم مثل بهار بین مثلا علی معلم وزه ببین تو قدمایی هم من گفتم بین سنتگراها بین در خدا و بین بنیادگراها فرق هست. ببین شاعری مثل شهریار سنتیه اینیست در خود اینه مثلا مامان مامبزرگ من راجعه دید چجوریه مامان مامبزرگ من در تقابل با آمریکا مسلمان نیست، نمیگه چون آمریکا بعد ارزش های جدید بعد من مسلمان مسلمان نیست، بعد خودش مسلمان به حجاب باور داره، بعد خودش باور داره. اینجوری نیست که یک فساد مثلا اجتماعی یا تشخیص داده باشه راهنش باید برون رفتن از این خب این میشه شهریار خب یه چنین استاد بسنده نداره. خب یه وقت شما سنتگرایی یه وقت بنیادگرایی من علی معلم کتاب رو بهت سرویس رو بسیدارم تو بنیادگرایی میفهمم، یعنی توی این که با نه فقط حفظ وضع مدرن بلکه بازگشت به گذشته چه بسا بازگشت خشن به گذشته، یعنی با طرد گذشته با مثلا با طرد پیام مدرن با فاسد دونستان پیام مدرن اینا سه نوع فهم مسئول هست. ولی اصلا نوادمایی اینجوری نیستن، مثلا شما شاعر مثل نادرپور تصور کنید به لحاظ تیپ و قیافه شبیه شاملو، به لحاظ روابط شبیه شاملو، شعرش تو چه روابط بوده تو چه کام روابط بوده حاضر تو جمله کافه نداری. خب اینو چجوری میشه با یه شاعر از اجوان آماری مقایسه کرد؟ چجوری میشه با یه علی محمد زاهر گلش شوخی تمام ماهیتا یعنی در اینا شاعرایی که به لحاظ بوتی ها سنتی هست ولی شعرشون در همون بازاری فروش میره که شاعرهای شعر نو فروش میره. جان شاعرها نه اینا تفاوت نو قدمایی ها و قدمایی ها با هم تفاوت دارن. قدمایی ها در کنار موسیقی سنتی روش کردن، خب نو قدمایی ها در کنار موسیقی پاپ روش کردن. آره مثلا شما تصور کنید مثلا یه آهنگ سنتی رو تصور کنید که مثلا یه شعر از رودکی رو ممکنه یا حافظ یا یکی از این سنتگرایی رو جدید کنید یا حتی شعری مثل خانه هم آتش گرفته است کنید به نوعی نمونست. خب این فرق میکنه با مثلا شعر مثلا درخت علی. خب شعر درخت چیه؟ تقریبا یه چهارپاره معاصره، یه شعر مثل شعر نادرپوره. اینا در اقتصادهای مختلفی در شبکه های روابط مختلفی تولید و مصرف میشه، ارزش های مختلفی شما حاکم. خب صرف این که اینا همه به مصرع پایبندن کافی نیست برای این که اینا همشون خواهد این مثلا بگیم شما تصور کنید چرا میتونن باشن؟ نه اینکه اصلا نبودن، ولی گنایششون بیشتر هم همون طبقه یکی پاپ گوش میدادن در دور ماست. مثلا بزن چهره ها رو بگیم شاید مشخص مثلا فریدون مشیری، مثلا تولدی، مثلا نادر، مثلا فرود و فرودزاد در سه تا مجموعه اولش. خب اینا اصلا در شبکه روابط متفاوتی هستن. نصرت رحمانی خواهد اینا اصلا در شبکه روابط متفاوتی هستن با مثلا رعدی آذربایجانی، پژمان بختیاری، نمیدونم مثلا امیری فیروزپور. اطلاق کلمه رومانتیکا به چهارپاره سرای مماثل غلطه.
چرا غلطه؟ چون بالاخره کلمه رمانتیک معنی داره دیگه. شما همه هر لفظی رو به هر معنی به کار دارید. رمانتیکا در فرهنگ اروپایی و در مثلا قرن 18 و به بعد به کسایی به مدرنیست ها میگفته میشه میگن که با راسیونالیسم، یعنی با عقل‌گرایی مدرن دکارت و بعدا روشنگری مثل کانت و اینا مخالف بودن. توجه به احساسات داره. احساسات رو یکی از بابای شناختی معتبر ما میدونن. خب رمانتیکا در قرن مثلا 19 در مثلا اگه بگیم مثلا نیچه، اگه بگیم مثلا چه میدونم مثلا تا حد میشون گوته مثلا هگل نمیدونم، اگه رمانتیک منظورم اینا هست، اگه رمانتیک منظورم مثلا جلد سوم کتاب مثلا نقد به حدود کانت، خب ما اصلا هم نمیدونیم یه آدمی مثل ماشینی پیتو مهتاب شبیه باز اصلا پیتو گذاشتم بگیم رمانتیک ها. به نظر میرسه منظورشون سانتیمانتال بود، یعنی کاربرد روزمره رمانتیک مثلا اینکه به یکی میگه آقا من رو رمانتیک صحبت کنم بیشتر معنیش اینه. خب به خاطر همین شاید بهتر بشه از عبارت سانتیمانتال. اصل هنجاری اینا همونه که خاندری گفته. گفته چی؟ گفته آقا من نشستم به شعر فارسی نگاه کردم، خب دیدم بابا این عربی سنتی فارسی من متنوع است و نیاز به کار این ایمان هست. خب و طبیعیه که ماجرا رو تحت درد قالب به لحاظ فلسفی من نمیتونم یه دیدگاه فلسفی خیلی خاصی رو به اینا نسبت بدم. به لحاظ فلسفی من خیلی دیدید صرفم، خیلی برخورد کنم، خیلی درد کنم، خیلی نمیتونم بگیم که مثلا فیلمی میشیدی دیدگاه، ولی بالاخره به یه حدی از تجدد خیلی متعادل طبق متوسطی تعریفی تعریف کنم. پایگاه اجتماعیش نوجوانان به طبق متوسط کتاب بوده و نمونه هاش هم که بهتون گفتم خاندری، خبرنی، نابلتی، مرشیدی، فرازات. یه جریان نزدیک به این هست با که با خاطر ترکیب و غزل رو جداش کردن و توی ادبیات معاصر ما میشه گفت که با سیمی بهرانی مشخص میشه، با مثلا حسین بودبک مشخص میشه. اصلا امپریش هم همین خوبم یه مصرا از علی معلمی بهمنی رو نقل کردن دیگه هم بودن. میگه روح هم غزل است اما جسم هم غزل است، جسم هم غزل است اما روح هم همه نیمایی است. به لحاظ موتیوا اهمیت اینا تو اوزان جدیدی که وجود میارن، به لحاظ پایگاه اجتماعی طبق متوسط مخاطبایی که آرتانس هم روی که به کاف میکن کنن اینا جدید کنن در موزه فلسفی اینا در خود بوده، یعنی بدن اینا به سطح میدونی چیه؟ بین به نمایزه بیمان اینم باز نمایزه در خود برکار دارم هم در این بشن بین بیمان که شعر میدیسه یه عالم تئوری شعر میدیسه و شعر نوشتن رو برای خودش یه کار خیلی مهم میدونه، فکر میکنه تجدد در اینا قرار از طریق شعر متحقق بشه. با یه شاعری که شعر می‌نویسه یه مخاطبه رو گیری کنن و دوباره اون مخاطبه رو کنن شعر مصرف کنن بینی کنه شاعر فرق هست. این شاعر دوم خیلی زرار دیگاه فلسفی نمیشه، اصلا خیلی لازم نداره خیلی فکر شعر براش یک پدیده است و توی مناسبات کلی و توی مناسبات مصرف میشه. بینی چی میگن؟ قوانلی من اینجوری کنم، مثلا قوانلی چند تر، مثلا فیلی رو مشکل باید اینجوری کنم چرا شاید بسید چون مخاطبه یه رده چند تزار دارم خب چرا باشید به اونها باشید نده چاپ کنگاه رو میشید باید باشید تو مثلا تو عربیت فیلی ایران مثلا تو حد میشید گفت مثلا گروس عبدالملکه میگوید یه بازاری، یه بازاری از تولید و مثلا شعر وجود داره، این شعر داره تو اون بازار کار میکنه. خب ضرورتی نداره که این به یه تراز فلسفی میده چون در خود حالا مثلا که میتونه برای خود بشه اگه ممنوع بشه، اگه مثلا نمیدونم یه اتفاق اینجور باشه یه چیزی از بداحت خارجش کنه با قدر من نمیتونم خود راحت بینه ولی به هر حال در اینکه به یه تجربه به یه ممنوع باور دارن یعنی خودش شما
رها کنه. کتاب خبرنگاری 1329 1329 چاپ شده، مانیفست اینو مفهوم چی مورد و بعدا مجله سخن نخوان قزنویا من سینا چون نو قدمایی رو برای خود درکار من تو موضوع مختلف به کار کردم. مثلا تو ممکنه توی بوتیگا برای خود باشی، یعنی هر روز به مصرا فکر کنی، به قافیه فکر کنی، اینا برای مهم باشه خب، ولی ممکنه مسئله اوبژکتیویت سوبژکتیویت اصلا برای مطرح نشده باشه خب. یعنی منظورم اینه که این تمایز رو توی حوزه‌های مختلف میشه به کار. به لحاظ فلسفی مشکلی پدیده در خوده، یعنی به نظر نمیرسه که مسئله فلسفی داشته باشه، چون برایش پیش نیومده اصلا. با اون تو اون بازاری که میشه تولید و مصرف میشه اصلا مثلا خیلی خب. ها مقصد رو بگم فقط نکتهش اینه که اینا مدرن، اینا خودشون مدرن میدونن. شما مقدمه کتاب رها رو بخونید، رها از سمندری، مقدمه رها به طور تولدی بریم به مهم بگم که من خیلی خیلی تأثیر هم که فروش رفت هم تو مقدمش تولدی خوش رو معرفی کرد خب؟ ما چرا برد شدیم؟ ده دقیقه ده دقیقه کیا موافقه که ادامه بدیم؟ ادامه اگه موافقی توی مثلا هفته بعد دوباره سه شنبه همین سال جمع چی بکنم؟ من جایدی مشکل نداشتیم. من فقط این بگیرم که دیگه جمعه نیم اوکی میشه شمس دارم. این که تو مقدمه کتاب رها شما وقتی چیز رو میخونید، مقدمه تولدی میخونید، متوجه میشین که تولدی بیشتر از این که با نیما بخواد دعوا کنه اینجا داره با بهار دعوا کنه، یعنی بیشتر از این که به مدرنیستا خوش بده داره به کی خوش بده؟ به سنت‌گرا خوش بده. خودشو اساسا تقاب خودش و شاملو توی یه دسته میدونه در برابر قصد رئیسا. خیلی مهمه بخاطر این به اینا حتی اقل یه تجدد گرایی حالا محبوب جامعه میشه نسبت داد، ولی خودشو خیلی من یه کتابی دارم می‌نویسم در کتابخانه مدخلش معاصر تقریبا دیدو کرد و بس دادم در حد کتاب 300 صفحه‌ای است تا 400 صفحه‌ای. بعد دو فصلش رو تو مجله کتاب هفته منتشر کردم، تو گروه هم گذاشتم دو تا فایل دیگه دارم، یکیش در اسمش بیماران ارتودکس، یکیش هست غزل مدرن و پست مدرن در غزل معاصر فارسی. اگه دوستان اونا رو بخونن یه خود اونجا با چون فراغاقای مقاله بوده دیگه دو سر مثلا تو هر دوش شخص هم بودشتیم بعد شب با این کنکر بودشتیم اگه کسی سید جان لپتاپ بودشتیم به جزه این کسی مثلا شما مثلا تصور کنید آقای مثلا مهاجرشاد
مفهومه.